آیا دونالد ترامپ ماندنی است و دور دوم ریاست جمهوری او را خواهیم دید؟ در این مورد زود است بحث کنیم. اما در جواب یک سوال دیگر شاید بتوان نظرات متفاوت را سنجید. آیا ترامپ آنگونه که تا به حال بوده، تاثیرات ماندگاری به جا میگذارد؟ سلام وقتی دونالد ترامپ به قدرت رسید بسیاری از مخالفانش برچسب پوپولیست بر او زدند این برچسب از آن جهت خاطرشان را میاسود که معمولا زمامداری پوپولیست ها کوتاه بوده و تاثیرات ماندگاری به جا نگذاشته حالا فهرست اقدامات دونالد ترامپ بسیاری از همین مخالفان را به فکر فرو برده این اقدامات از جنگ تجاری نه فقط با چین بلکه با بسیاری از متحدان آمریکا را دربر میگیرد تا فشار بیسابقه بر ایران او اخیرا گفت سیاستهایش ممکن است باعث سقوط حکومت ایران شود تاثیر خروج آمریکا از برجام تا همین حالا فراتر از انتظارات بوده اما گذشته از ایران از هم اکنون آینده ناتو و سازمان تجارت جهانی و شماری از نهادهای سازمان ملل در حالی از ابهام قرار گرفته این نهادها با سیاست های ترامپ ممکن است دستخوش تغییرات مهم می شوند آیا همینها کافی نیست که بگوییم دونالد ترامپ تأثیرات ماندگاری به جا گذاشته و این تأثیرات افسون خواهند شد؟ زمانی که رونالد ریگان و مارگارت تاچر سیاست های رادیکالی در پیش گرفتند کسی فکر نمیکرد فصل تازه از کاپیتالیسم در راه باشد آیا از دونالد ترامپ همچون آنان یاد نخواهد شد این بحث را با مهمان های برنامه در میان میگذاریم. دامون گلریز پژوهشگر مطالعات استراتژیک در دانشگاه لاهه میگوید حالا مشخص است که مخالفان آقای ترامپ در مورد او اشتباه میکردند از جمله مخالفان ایرانی او اما فروخ نگهدار تحلیلگر سیاسی میگوید ترامپ اگر هم در کوتاه مدت تأثیر گذار باشد نمیتواند روندهای مستقر جهانی را به چالش بکشد و در مورد ایران به اهداف خود برسد خیلی خوش آمدید آقای گلریز از شما شروع کنیم چرا فکر میکنید ترامپ تاثیرات ماندگاری به جا میگذاره و مخالفانش در موردش اشتباه میکردند درود بر شما همچنین آقای نگهدار یکی از فیلم های مورد علاقه من فیلمی هست به نام تلقین کریستوفر نولن که هم نسل خود من هست این فیلم رو درست کرده به نام اینسپشن به انگلیسی این فیلم در اصل در مورد دنیای رویاه ها و جهان موازی است من تصور میکنم که چپ ایرانی و به خصوص چپی که در پیوند با ارتجاع سرخ و سیاه میشه اسمش رو گذاشت از یک نوع مازوخیسم ژئوپلیتیک رنج میبره و این مازوخیسم ژئوپلیتیک یعنی در از زندگی در این جهان موازیه که در این جهان موازی ترامپ استیزاه میشه یا کنار خواهد رفت در ایران موضوع اصلاحات به موفقیت خواهد رسید چین آینده دنیا رو رقم خواهد زد و اروپا جلوی امریکا برای فشار روی ایران وای میسته و فشار هستش که فشار زیاد روی جمهوری اسلامی نتیجه خوبی نخواهد داشت در دنیای واقعی که من بهش نگاه میکنم اگر کلینتون هیلاری کلینتون انتخاب میشد با کنگره و در از کنگره ای که الان دست جمهوری خواه هست و به خاطر مشارکت دوستان آشنایش به صورت اف بی آی در رسانه ها و درز اطلاعاتی که کرده شاید شانس بالاتری برای استیزاح داشت در این دنیا اصلاحات در جمهوری اسلامی نتیجه نمیده و مدل چهل سال جمهوری اسلامی نشون داده که مدل تسلیم در دقیقه 90 هست در این مدل فشار بیشترین تأثیر رو داره برای تغییر سیاست هایی که جمهوری اسلامی اتخاذ میکنه در نهایت اگه اجازه بدید من تمومش اینجوری بکنم که با روی کار آمدن آقای ترامپ در آینده خواهیم دید که چه اتفاقی میافته. ولی اگر اوباما مرد سیاستمدار رئیس جمهور همین ارججواب سرخ و سیاه بود در دنیا ترامپ سیاستمدار سرخ و سیاه چه هست سرخ رو قبلا میگفتن و میفهمیدیم سرخ و سیاه, سیاه یعنی د... تلفیق یعنی نگاهی رو که در اصل بهش به انگلیسی میگن کالچور مارکسیسم اون بله. مارکسیسم فرهنگی که در اصل نوعی روی خوش چپ بین المللی بر اسلام و نگاهی که به اسلام داره که در ایران این قضیه خیلی قویه الان در اروپا در امریکا رسانه ها کارتل رسانه ها دست همین نگاه هست دانشگاه ها دست همین نگاه هست چپ و اسلام گرایان بله به این میگن سرخ و سیاه خب برحال با این شده هست. که گفتید این سوال رو جواب بدیم که چرا فکر میکنید تاثیراتی که ترامپ داشته خیلی ماندگار خواهد بود و این سیاست ترامپ یک فصل تازه ای رقم خواهد زد اعتقاد شما اینه ببینید ماندگاریش رو باید در طول روندید فکر میکنم دو سال خیلی نیست ولی من ریل گذاری رو که ترامپ انجام داده به این شکل میبینم که درسته که ایشون یک سیاست مدار پوپولیست هست اتفاقا سیاست مداره های پوپولیست هستند که چون که عقبه ایدئولوژیک ندارن با شعارهاشون و با عملی کردن شعارهاشون مردم رو به طرف خودشون جذب میکنن در مورد ترامپ حتی مخالفینش هم به این نتیجه رسیدن که کاری رو که گفته تا الان انجام داده و این موضوع خیلی خیلی مهمیه برای انتخابات بعدی حتی انتخابات میان در کنگره هم نشون داد که دموکر... جمهوری خواه ها در دو ایالت بنفش رنگ که بهش میگن که یعنی بستگی داره که چجوری بخوایم بهش نگاه بکنیم دم... جم... جمهوری خواه ها شکست نداشتن بلکه پیروز شدن در مورد سیاست متمایل به دموکرات ها در اونجا هم فکر بله بله, بله بردن یکیش اوهایا هست و یکیش هم پنسیلوانیا بله. و میشیگان ام... ببینید ترامپ در سیاست داخلی و سیاست خارجی دو قسمت در سیاست داخلی جنگی رو با آغاز کرده با کارتل رسانه ها کارتل رسانه که باش مخالف هستند در سیاست داخلی جنگی رو شروع کرده با شبکه سه رئیس جمهور پیشین در واشنگتن که کاملا باش مخالف هستند چه جمهوری خواهش مظلوم نو تراب نو ترامپ رپابلیکن ها هست چه دموکرات در سیاست خارجی اگر ما سه قدرت مهم رو ببینیم یعنی چین اروپا و به طور مثال خود امریکا عملا چین ام به طرف مرکز گرایی در حال رفتن هست در صورتی که آمریکا به عنوان کشور دموکراتیک و باز خودش رو میتونه فیلتر بکنه اروپا با اینی که موضوع بحران اقتصادی و مالی 2007 و 2008 در امریکا شروع شد ولی بیشترین تأثیرش رو در اروپا داشته و این موضوع به این معنی هستش که اروپا اون قدرت نظامی و اقتصادی رو هم حتی نداره که در مقابل امریکا وایسه و در خاور میانه هم اون مدل نگاه اوباما که میگفت دشمن دوست من دوست من هست یعنی به مثال ایران عوض کرده و برگشته به همون سیاستی که تا الان جواب داده برای منافع امریکا و اون هم این هستش که دشمن دوست من دشمن منه و این موضوع خیلی خیلی مهمیه این ریل گذاری با نبودن ترامپ سر کار هم ادامه خواهد داشت یعنی فکر میکنید ترامپیسم بعد از ترامپ هم ادامه خواهد داشت ببینید شکایت جمهوری اسلامی از امریکا در دادگاه لاهر اگر شما بخونید توش در مورد موضوع تحریم ها در ماه مارچ یعنی ماه اردیبهشت ما در مورد این صحبت میکنن که تغییرات و تحریم ها به شکلیه که برگشت ناپذیر تاثیراتش و تاثیراتش به شدت بالاست خب این هنوز تحریم ها واقعا هنوز به اون شکل اعمال نشده مارس یعنی اوایل بهار فکر میکنید ایران از کرده که این تاثیرات ترمیم ناپذیر برای بله فکر نمی کنم توی شکایتشون هستش و بله. این این تغییرات به شکلی از ریل هست که اگر فردا رئیس جمهور دموکراتی هم سر کار بیاد من فکر می به این راحتی نمیشه این تغییرات رو برگردوند آقای نگهدار برای اینکه ما ترامپ و ترامپیسم رو بفهمیم باید نگاه بکنیم به وضعیت سیاسی در ایالات متحده و در دنیا در قرن بیست و یکم و این رو مقایسه بکنیم با قرن بیستم به نظر من یک تحول بسیار بنیادین در ساختارهای قدرت در دنیا اتفاق افتاده و به نوعی ترامپیزم با این تحولاتی که الان توضیح میدم چی هست در عرصه بینومعالی مربوطه پیدایش ترامپیزم و این پدیده پوپولیزمی که ایشون هم روش انگشت میگذارند در قرن بیستم مهمترین عوامل مهار کننده قدرت سرمایداری و تضمین کننده قدرت سرمایداری مهار منابع انرژی و منابع تسلیحاتی بود یعنی نفت و اسلحه در قرن بیستم قدرت سرمایداری رو در کل جهان تامین میکرد تضمین میکرد و راه پیشرفت اقتصاد رو برای اونها هموار میکرد حتی این قدرت به شکلی این کنترل به شکلی بود که در نبرد با اتحاد شوروی و شرق پیروز از آب درآمد در قرن 21 وقتی ما داریم ورود میکنیم این عوامل اصلی قدرت یعنی اسلحه و نفت تاثیرشون در کل اداره جهان در حال کاهشه در حال فروریزشه و از سوی دیگه یک تحولی در درون جوامع سرمایه داری اتفاق افتاده که صنایع سخت افزاری سهمشون در کل اقتصاد کاهش پیدا کرده و قدرت نرم افزایش پیدا کرده قدرت مدیا تاثیرگذاری هنر تاثیرگذاری ورزش تاثیرگذاری دانشگاه ها تاثیرگذاری صنایعی که متکی بر ثروت مادی نیست بهش میگن این تنجیبل استس یعنی دارایی های غیر قابل ده شرکتی مثل گوگل هست. مثل گوگل مثل آمازون مثل اوبر مثل بقیه ماکروسافت و غیره اینا هست که بخش خیلی عمده تری از اقتصاد رو دارن تشکیل میدن یک... یک شکافی آه. در اقتصاد آمریکا به وجود آمده بین صنایعی که مکانیکی بودند، قدیمی بودند و کاربر بودند با, س... با س... بخشی از اقتصاد که به نیروی کار زیادی احتیاج نداره و بخش کمی از نیروی کار رو میگیره و بخش زیادی از سرمایه رو ثروت رو در جامعه تولید میکنه این شکاف اجتماعی درست کرده در آمریکا بخش هایی که میرا هستند در درون اقتصاد آمریکا تضعیف شده موقعیت اقتصادیشون در جهان هم که گفتم بخش هایی که کنترل میکردن دنیا رو با نفت و اسلحه اینها موقعیت ضعیف شده تری پیدا کردن و ترامپ در این نمایندگی میکنه این بخش های میرا رو اگر به آرای ترامپ نگاه بکنیم همه از مناطقی آمده در بالا میلیتاری ها و نفتی ها پشتیبانش هستند و در پایین هم بخش هایی از نیروی کار که موقعیت خودشون از دست دادن میخوام نتیجه بگیرم بله. یک جمله دیگم بگم بله. میخوام نتیجه بگیرم که اینکه ما یه چیزی به اسم ارتجاع سرخ و سیاه که توی هوا مبهم معلوم نیست کی از پای قدرتش بگیم باید ببینیم که ترامپ یک قدرت ارتجایی است یعنی میخواد برگردونه جهان رو به قرن بیستم میخواد بگه ما عظمت آمریکا رو میخوایم که در قرن بیستم داشتیم بهش برگردونیم بنابراین یک قدرت ارتجایی است به همین دلیل ماندگار نیستن من در دوره بعد توضیح میدم که چرا در ارتباط با ایران نظرتون چیه ولی اینکه آقای گلریز در این که کادر جهانی صحبت کردن گفتن که در ارتباط با ایران هم سیاست های ترامپ نتیجه خواهد داد. در مورد ایران یک نکته رو باید حتما توجه بکنیم که این وضعیت بحرانی اقتصادی که برای ایران به وجود آمده مختص به ایران نیست الان ما در برزیل در آرژانتین در آفریقای جنوبی در ترکیه در ایران و در خیلی از این کشورهایی که در حال توسعه در حال توسعه بودند یک تکانههای های لرزهای اقتصادی سنگین میبینیم ریزش ارزش پولشون رو درین میبینیم مال ایران است ولی مال ایران ویژه است قبول دارم حرف شما رو به این علت که با در مقطع این فشارهای خارجی افزایش پیدا کرده روی ایران که شکاف میان حکومت و ملت به وسیعترین حد خودش در طول چهل ساله اخیر رسیده هیچگاه جمهوری اسلامی ایران پایگاهی به این ضعیفی در جامعه نداشته وقتی این, شکاف خیلی وسیعه فشار خارجی به مراتب چند برابر میشه و ایران رو مجزا میکنه از برزیل و آفریقای جنوبی و غیره بنابراین آسیب پذیری ایران در, در سیاست ترامپیس و حملات گروش است به مراتب بیشتر از سایر کشورهای دیگه است ولی من برخلاف نظر دوستمون گلریز معتقدم که این تغییر نابسامانیت که در سیاست آمریکا وجود داره هر روز خبر بیشتری در مورد سستی وضعیت ترامپ رو منعکس آقای گلریز شما فکر می‌کنید وضعیت ترامپ سسته؟ ببینید من فکر میکنم این استفاده خود شما هم از واجهی به نام ترامپیست تأیید صحبتهای من هست به عنوان وجود یک کارتل رسانه‌ای و کارتلی که در واشنگتن اتفاقاً ترامپ در حال مبارزه هست باش یعنی ببینید یک واجهی هست که بهش میگن فرهنگ مارکسیستی وقتی که بعد از جنگ جهانی دوم چپی رو که من بهش میگم چپ الان در اصل ارتجای سرخ و سیاه از قدرت فاصله گرفت و شکست خورد وارد دانشگاه ها و رسانه ها شد و رسانه ها و دانشگاه ها کشید طرف خودش و این موضوع باعث همین شد که الان تقریبا همه رسانه ها تا سال 2016 به جز اون رسانه هایی که نزدیک بودند به نگاهی که الان در کاخ سفید در قدرت هست در نگاهشون نسبت به روی کارآمدن ترامپ و پیش بینی هایی که در آینده خواهد شد اشتباه کردند من تصور میکنم پرسش شما این بود که آیا وضعیت ترامپ سسته سسته ببینید بستگی داره شما چجوری قضیه رو بهش نگاه بکنید اه، اگر میدونید در نهایت چیزی که تعیین کننده بود در انتخابات 2016 برای ریکامند ترامپ چهل هزار رای بود در سه تا ایالت که بهش میگن ایالت در اصل بنفش یعنی پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسن در این ستایی های شما نگاه بکنید به انتخابات میان در هفت اوت گذشته اتفاقا رپابلیکن ها جمهوری خواهان برنده بودند اگر شما نگاه بکنید به نگاهی که طرفداران خود ترامپ بهش دارن در مقایسه با دو سال گذشته من منتقدین رو کاری ندارم طرفدارانش نگاهشون این هستش که ایشون کاری رو که گفته انجام داده و این در عمل نشون دهنده این هستش که از محبوبیتش کاسته نشده ولی چالش های دیگر چه آقای گریز چالش هایی از قبیل نامه‌ای که از مثلا داخل تیم کاخ سفید در میاد حاکی از اینکه مقاومت جدی هست در مقابل ترامپ و خود ترامپ هم نه تنها انکار نمیکنه بلکه خواهانی میشه که این فرد رو دستگاه های قانونی و قضایی پیدا کنن و مورد پیگرد قرار بدن مشکلات دیگه ای که ترامپ داره در ارتباط با تحقیقات مربوط به دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا و مشکلات دیگه ای که در ارتباط با خرید حق از زنانی که ارتباط داشته ببینید ها... فکر نمی‌کنید مانع بشه در مسیری که ترامپ داره و تأثیراتی که فکر میکنید ماندگار خواهد شد در رای دهنده هایی که به طرف ترامپ آمدند و حتی الان تو این دو سال هم معطوف شدن بهش اتفاقا, اتفاقاً به محبوبیت ترامپ می‌افساید این این اتفاق چرا به خاطر اینی که این نشان دهنده این هست که همین کارتل رسانه ای که من خدمتتون عرض کردم عملا داره تولید خبری رو میکنه که به ضرر ترامپ برای رای دهنده هایی که در آینده تعیین خواهند کرد که آینده آمریکا خودتون شخصا معتقد نیستید اینها تولید خبره فکر میکنید طرفداران ترامپ اینجوری فکر میکنن من در مورد طرفداران ایشون صحبت میکنم ببینید چون وقتی میگید اتفاقا... کارتل رسانه ای معتقد هستید که بسیاری از این رسانه ها خبر هم تولید میکنن علیه ترامپ ولی معتقد بله این کار... چه که اون مثال هایی که من زدم تولید خبر نه خیر ببینید تحلیل هایی که میکنن شما کمترین تحلیل هایی در اروپا یا در امریکا در این رسانه ها مثل نیویورک تایمز واشنگتن پست میخونید که ب... که از در, از در موضوع دفاع در موضوع دفاع مسائل اقتصادی که انجام داده در این دو سال واقعا مقالاتی نوشته باشن من خودم در هلند زندگی میکنم. ببینید یه موضوع رو مد نظر قرار بدید ترامپ یک سیاستمدار پوپولیست هست و سیاست مدار پوپولیست عقبه سیاسی خودشون بر مبنای عملی کردن شعارهای خودشون باید سنجید نه بر مبنای ایدئولوژی هایی که مطرح هست و ایشون نشون داده تا الان اکثر کارهایی که انجام داده ببینید پایتخت اسرائیل رو اورشلیم خواندن یک موضوع واقعا جدیه برای عقبه سیاسی در امریکا که فقط هم یهودی نیستن بلکه مسیحی های ارتدوکسی هستن مسیحی های رادیکالی هستن که طرفدار ایشون هستن و من فکر می کنم نگاهی رو که آقای نگهدار مطرح کردن نگاهیه که با واقعیت طرفداران آقای ترامپ نمیخونه آقای ترامپ آقای نگهدار واقعا این نگاه که تأثیرات سیاست های ترامپ ماندگار نیست و خود ترامپ گذراست حاکی از تبلیغات رسانه‌ای نیست اونجور که آقای گلریز میگه وقتی ما راجب به رسانه صحبت می کنیم یعنی راجب به سخن انسان جهان 21 داریم صحبت می کنیم و شما وقتی این رو این رسانه رو میگید مخالف ترامپ یعنی جهان مخالف ترامپ یعنی انسان مخالف ترامپ حداقل در آمریکا نصف آرا را آورد بله بله قبول دارم اونها در کسانی رسانه که به آینده بشریت بدبین هستند پایگاه اصلی آقای ترامپ هستند و من میخوام بگم حرف من اینه که کسانی که به آینده بشریت بدبینند و در ایالات متحده آمریکا هستند اینها آینده بشریت رو رقم میزنند اینها طرحی دارند برای آینده بشریت ندارند فقط از آینده بشریت نگران هستند از پیشرفت نگران هستند از جهانی شدن نگران هستند بنابراین محدود کردن اون سخنی که سخن انسان قرن بیست و یکمیه به کارتل‌های رسانه‌ای محدود کردن این یک کجبینی در تصویر صحنه دنیا رو به ما متبادر میکنه به ذهن ما یک جمله دیگه بگم علاوه بر رسانه تمام منابعی که درند آینده سازی میکنند برای دنیا مثل دانشگاه‌ها مثل منابع تحقیقاتی آرندی یعنی تحقیقات و بخش آرندی در اقتصاد و مثل هنر مثل ورزش اینا همه یک درک بسیار بسیار منفی نسبت به روی کردهای آقای ترامپ دارند این درک منفی به خاطر نگاه ایدئولوژیکی که من عرض کردم خدمتتون این نگاه ایدئولوژیک از که انسان داره نگاه ایدئولوژیکیه که قبل از ترامپ توسط سه رئیس جمهور 24 سال سر کار بودند و الان مخالفین آقای ترامپ فقط دموکرات ها نیستن بلکه خود خود بکنی. دانشگاه ها خود, خود ها که شما صحبت بکنی من خودم ترامب. مدرس دانشگاه و پژوهشگر هستم در هلند شما ببینید تمام این نهادهای دانشگاهی و رسانه ها دست این گفتمان ارتجای سرخ و سیاهه به خاطر همینه اینه که در آقای این آقای رسانه ها و در این نهاد ها نه اصلا نه نه این یک و اسلام در اختیار ببینید... گرفتن؟ ببینید بهش میگن cultural مارکسیسم یعنی فرهنگ مارکسیستی خواهش میکنم اینو دنبال کنید این یه موضوع جدیه یعنی عملا شما کمتر کسی رو از دانشگاهی ها میتونید نام ببرید که بگه من موافقه من به ترامپ رای دادم پرسش اینجاست چرا تمام رسانه های اصلی یعنی مینستریم نسبت به پیشرفت های اقتصادی و نسبت به تغییر معادلات در مورد موضوع ایران و خاور میانه نسبت به اینه که این تعرفه های اقتصادی به چین ضربه زده به امریکا ضربه نزده و آلمان عملا ضربه زده به امریکا ضربه نزده بلکه اقتصادش رو پویاتر کرده چرا در مورد این کمترین توجهی میشه؟ درباره اینکه این موفقیت آقای ترامپ به دست آوردند در جلب آراء بخشی از رای آمریکایی در اینکه آقای ترامپ موفقیت هایی به دست آوردند در جلب حمایت منابع اصلی قدرت میرنده سرمایه‌داری یعنی نفتی ها و میلیتاریست ها شک ندارم قطعا یک نوع همگرایی در همتنیدگی بین حمایت اجتماعی و حمایت سرمایه میرا، اتفاق افتاده تا ترامپ برده و این هم قدرت عظیمی است به هیچ وجه شک ندارم که آقای ترامپ با سیاست های خودش میتونه تاثیرات ماندگار در روی دنیا باقی بگذاره ولی جهت دنیا رو اونجوری که در صحبت اول شما بود که آقای ریگان و تاچر با اه اه گلوبالیزه کردن با جهانی کردن سرمایه راهکشایی کردند که ما بریم بازارهای نوظهور رو کشف بکنیم صدور سرمایه داشته باشیم صدور نیروی کار رو با از منابع دیگر بیاریم چنین فصلی ایجاد نخواهد ایجاد نخواهد کرد نخواهد کرد برای اینکه برای مقابله است مقابله میکنه با روند جهانی شدن مقابله داره میکنه با پیشرفت دنیا اجازه بدید یه مقدار روی اهرم هایی که ترامپ داره و همینطور چالش ها صحبت کنیم شما آقای گلریز بیشتر احروم های ترامپ رو میبینید ولی از جمله چالش هایی که ترامپ داره یکیش این است که ما اون دیسیپلینی که یک سیاستمدار با جهانبینی مشخص و اهداف مقتعی داره رو در ترامپ نمیبینیم امروز چیز تویت میکنه فردا این رو تعدیل میکنه یا گاه انکار میکنه امروز یه چیزی میگه فردا نزدیکانش دستیارانش شمیان میگن نه با این شرط و شروع چنین انجام خواهد شد اتفاقا این حرف ده من نیست یکی از دانشگاهیان آمریکا که البته ممکنه شما جزو ارتجاع سرخ قرارش بدید میگه که سلف دیسپلین انضباط در ترامپ نمیبینه و انضباط برای کسی که بخواد یک فصل تازه‌ای در معادلات جهانی ایجاد کنه لازمه این واقعا جدی نیست این انتقاد والا به نظر من نه خیلی چون اینه که این دیسیپلین نداره و اون چیزی نیستش که ما بهش عادت داریم به این معنا نیستش که در کارش که به عنوان رئیس جمهور امریکا و برای منافع آمریکا سر کار آمده موفق نیست ایشون کاری که کرده شما یه جور دیگه بهش نگاه بکنید ترامپ کاری که کرده این اومده با یه دونه توییت میتونه دلار رو ارزش دلار در ایران رو بالا یا پایین ببره. عملا خودش رو سپری تشکیل داده سپر دفاعی آدمی غیر قابل پیش بینی آدمی که توسط این دانشگاهی ها و رسانه ها کارتل کارتل دانشگاه و رسانه ها عملا ترد میشه و کمتر کسی نگاه میکنه که پشت صحنه چه اتفاقی افتاده شما اگه نگاه بکنید اخیرا وزیر وزیر دفاع آقای ترامپ متیس که خیلی هم مورد احترام دموکرات‌ها قرار گرفته به هند میره برای چه کاری برای فشار روی هند به خاطر اینکه بخواد مسئله نفت خرید نفت از ایران رو محدود بکنه کسی کمتر به این میپردازه که در پشت صحنه چه اتفاقی میفته باله. و همه نگاهشون صرفا به اینه باله. که چه توییت هایی میزنه چه حرف هایی میزنه به فلان باله. کس چرا گیر داده و غیره به نظر میرسه علی این نقدی که بیان شد اه، اه، نداشتن انضباط که گفتم نقل قولی بود از یکی از تحلیلگران دانشگاهی آمریکا کارهایی که ترامپ میکنه مثل تشکیل کارگروه ویژه اقدام ویژه برای ایران نشون میده که با استمرار و با اصرار بیشتری در ارتباط با فشار با ایران بر ایران داره اقدام میکنه یعنی ما چیزی میبینیم که با اون نقد کاملا متفاوته نه تنها انضباط هست بلکه خیلی مستمر و از نگاه خودشون سنجیده دارن, دارن. گام برمیدارن تیم کاخ سفید من فکر میکنم تأثیراتی که ترامپ داره روی وضعیت سیاسی ایران باقی میگذاره بسیار بسیار مؤثرتر از تأثیراتی است که دوله اوباما ما شاهدش بودیم یک عاملش رو گفتم که تغییر کرده وضعیت بالا و پایین در ایران نارضایی خیلی شدید تره یک عامل دیگهش این هست که آقای اوباما دنبال شرکت های خاص نمی‌رفت که اون اونها رو وادار به تحریم بکنه که این ولی این گروه اقدام ویژه اساساً برای این تشکیل شده و من فکر می‌کنم این موثره چیزی که از پس دست, دست فکر می‌کنید به هدفش احتمالاً نخواهد رسید با اون اگر هدفش رو که میگید که میخواد هر چه زودتر رژیم در ایران تغییر بکنه تغییر رژیم در ایران بیش از هر چیز بستگی به تحولات درون جامعه ایران داره یک تصور این هست که آقای گلریز هم گفتند که اصلاح طلبی دیگه کار نمیکنه حالا باید یک آلترناتیوی در بیرون از نظام شکل بگیره که بیاد قدرت رو در دست بگیره سنجش من از وضعیت سیاسی صحنه این هست که هیچ یک از نیروهایی که در خارج از سیستم دارن کار میکنند نه امروز و نه در طول تاریخ منهای روحانیت که در انقلاب بهمن رو درست کرد قادر ب... نیستند که کل سیستم رو در مقابل خودشون قرار بدن و اون رو همه رو کنار بگذارن این همچین اتفاقی نخواهد افتاد در ایران تغییرات در درون سیستم هم ممکنه اتفاق بیفته و احتمال بسیار بیشتری داره و این به این معنا نیست که هدف آقای ترامپ میتونه عملی بشه در ایران چون اهرامش نداره مجاهدین اصلا سلطنت هستن سلطنت طلبا اونا هم خیلی ضعیف هستن از نظر ساسمندگری فکر میکنید در ارتباط با ایران اونجوری که آقای نگهدار میگه اهرام های قوی نداره ترامپ ببینید بستگی به هدف گذاری داره هدف چیست من فکر نمی کنم که امریکا کاخ سفید به دنبال تغییر رژیم هست درست. من فکرم نمی کنم که کاخ سفید به دنبال تغییر رفتار رژیم هست من فکر می کنم دنبال به وجود آوردن حد فاصله بین تغییر رژیم و تغییر رفتار رژیم هست یعنی چی؟ یعنی جوری با امکاناتی که وجود داره و با نگاه استراتژیک به مسائل ایران که شما دقیق گفتید خیلی با زرافت رام جلو رفته روی ماست مسئله ایران بتونه معادلات رو به شکلی در درون عوض بکنه که این حد فاصله بین تغییر رژیم و تغییر رفتار برگشت ناپذیر بشه یعنی عملا شاید در اون مقطع زمانی به خصوص بعد از 13 آبان به شکلی پیش بره 13 آبان که شروع دوره جدید تحریم دوره تحریم ها و فشارهای اف... خیلی بالایی که آقای نگهدار هم گفتن خیلی تاثیر زیادی خواهد داشت و این به روندی پیش بره که از درون این این معادلاتی که من میگم جوری عوض میشه که تغییر ناپذیر باشه در این میان مدل مدل معاملات کلانی که ترامپ دنبالش هست مدل ورشکستگی شرکت هایی که قبلا خریداری کرده این مدل یعنی چی یعنی شما به طرف مقابلت رو در یک در یک گوشه میدان گوشه اتاق میگذارید به شکلی که اون پیش خودش این تصور رو میکنه که من اگر الان به نتیجه نرسم در دو ماه و سه ماه و چهار ماه آینده نتیجه بدتری رو و موقعیت بدتری رو برای معامله خواهم داشت گفتید حد فاصله بین تغییر و رفتار من دقیقا منظورتون نمیفهمم ببینید... فکر میکنید چه تأثیری بر نظام ایران خواهد گذاشت حد فاصله بین تغییر رژیم و تغییر رفتار اینه که برای تغییر رژیم باید یک آلترناتیو بسازی برای تغییر رفتار فشار اقتصادی میاری و بقیه فشار حد فاصله بین این دوتا یعنی معادلات رو در روی زمین جوری عوض بکنی که عملا اون تغییرات تغییرات برگشت ناپذیر عملی بشه این به چه معناست این به این معنا هستش که استراتژی های داخل ایران در تهران میشینن و فکر میکنند ما اگر الان به نتیجه نرسیم و یک معامله بزرگتر انجام ندیم یا اگر الان وارد ساختن سلاح هستی نشیم یعنی بیرون آمدن از برجام و کار در امپیتی یا حتی فراتر از اون عملا موقعیت آینده ما خیلی بدتر از خوب. موقعیت کنونی برد، ماست برد. موضوعی که هدف آقای ترامپ هست و این رو خیلی روشن میشه در روند و رویدادهای سیاسی دید این هست که آقای ترامپ میخواد معادلات قدرت در منطقه به هم بخوره و این پشتوانه بسیار قوی داره هم در ریاض هم در تلاویف برای اینکه این سیاست آقای ترامپ پیش بره و اهرمایی هم در دست دارن اگر یک سال دیگه دو سال دیگه این سیاست ها و این فشارها ادامه پیدا بکنه ما ایران ضعیفتری در منطقه خاورمیانه خواهیم داشت کلا. چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ انسجام درون جامعه و فشارها و نارضایتی‌هایی که وجود داره و به چه لحاظ ارتباطاتی که با اقتصاد جهانی داره ایران ضعیفتری خواهیم داشت و این به سود عربستان سعودی و اسرائیل خواهد بود هدف روشن آمریکا اهداف... اینه که این تغییر رو انجام بده تفاوتی هست آه... بین ایران ضعیف‌تر و جمهوری اسلامی ضعیف‌تر ایران در حال حاضر بعد از چهل سال با اعتراضات گسترده‌ای که وجود داره و پویایی که در جامعه وجود داره و تغییرات معادلات آگاهی که در بین مردم هست و نسلی که 80 درصد 34 سال هست تفاوتی وجود داره بین منافع ایران و ملت ایران و منافع جمهوری اسلامی که هر روز زیر فشار آقای ترامپ و این فشارها در حال کمتر شدن نمونش خیلی خیلی جو... نمونش برگشت حرف. از سوریه خیلی خیلی هست نمونش حرف. مسئله عراق هست شما این همون که منافع منطقه اون چه که تضعیف ایران من اسمش میگذارم ن... می و شما میگید این تضعیف جمهوری اسلامی نه تضعیف ایران یعنی خالی تر شدن سفره مردم ضعیف تر شدن جیب قدرت خرید اونها ناراضی تر شدن ملت و ایرانی ها مهاجرت وسیع اقشار یعنی دو سال جام کرده جام به ایران سال برجام اینها یعنی تضعیف ایران آقای و شما اینا تو. میگه تضعیف جمهوری اسلامی نه خیر این تضعیف جمهوری اسلامی است به خاطر اینه که دو سال برجام عملا دلار رو از 3000 تومان یک سال پیش الان رسونده به 15000 تومان یعنی پنج برابر ارزش دلار بیشتر شده و ریال کمتر شده خیل. این شما تزیف به شکایت جمهوری, اسلامی جمهوری, جمهوری... شما فکر میکنید بله این, این تضعیف جمهوری اسلامی هست؟ این تضعیف این تضعیف میبینن می میلیون ها نفر دارن متضرر میشن این تضعیف همون حرفی که شما خودتون زدید یعنی ضرر به مردمه ببین تضعیف حکمرانی جمهوری اسلامی است که ورشکسته شده البته اینم آقای گلریز از صحبت های آقای نگهدار برمیاد که اهداف ترامپ اهدافی که تاثیر در ایران گذاشته از جمله نرخ ارز رو شما بیان کردید اهداف ترامپ بیشتر منطقه‌ای تا ایران یعنی ترامپ فکر میکنه جبهه اسرائیل و عربستان رو ایشون میگه البته باید تقویت کنه و ایران رو تضعیف کنه در منطقه آیا چنینه در نگاه کاخ سفید به ایران پنج حوزه هستش که اونها به دنبال این هستن که بتونن این مشکل رو حل کنن یعنی این پنج حوزه یکیش مسئله هسته‌ای هست ببینید این توافق توافق بین ایران و آمریکا یعنی برجام زمینه قدنامه 2231 که که این قدنامه پنج حوزه داره یکیش فقط موضوع ای هست این پنج حوزه به مسئله موشک های دوربرد برمیگرده به مسئله انتقال و حمل و انتقال تسلیحات برمیگرده به مسئله فریز دارایی‌ها ها برمیگرده و مسائلی که عملا خیلی فراتر از موضوع یعنی فقط هسته‌ای است اهداف و اهدافش در چنان در هم تنیده هستن که نمیشه جدا کرد در سیاست منافع حرف میزنه و نگاه امریکا به خاطر نگاه امریکا طبیعتا به این هستش که منافع خودش رو در منطقه بتونه تقویت بکنه نگاهش برای این نیستش که بخواد دموکراسی به ایران بیاره اون کار امریکا نیست و کار هیچ کشوری نیست و نباید هم بخوایم اون در درون ایران توسط خود مردم هستش که تعیین میشه و اینو باید در نظر گرفت بله. آقای نگهدار سیاست های ترامپ بر آرایش سیاسی در داخل ایران چه تأثیری ممکنه داشته باشه بر حال خود شما تا این مرحله پذیرفتید که تأثیرات سیاست های ترامپ بر ایران ماندگاره منتا معتقد نیستید که بتونه ورق رو برگردونه به قول خودتون اما بر آرایش سیاسی چه تأثیری میگذاره؟ البته ماندگاره به این معنا که هر تخریبی که ما انجام بدیم ساختنش خیلی بیشتر از اون تخریب زمان میبره در جهان تاثیرات ترامپ خرابکاران است و این تاثیران ماندگاره بله ولی آینده ایران. جهان رو بسازه در, مورد ایران. در, ایران. در مورد آرایش سیاسی در ایران خیلی چیزها به رفتار جناهای اصلی سیاسی در جامعه ما بستگی داره اگر قدرت های حاکم به این نتیجه برسند که در این عبور از این گردنه ای که ترامپ جلوی ما گذاشته با افزایش قیمت ارز و ورشکسته کردن اقتصاد و اینها میخواد پیش بره ما مهمترین اهرمی که در دست داریم همبستگی ملی است بهتر کردن رابطه با مردم مهمترین عنصر همبستگی ملی است من فکر می‌کنم که های داخل ایران رو می‌شناسید شما تحلیلگر سیاسی ایران هستید در جی اول و بعد در ارتباط با اون راجع به ابعاد جانی صحبت می‌کنید بنابراین گفتن این که اگر چنین کنه اگر چنان کنه یه مقدار دو نظر محول مشخص کردن نم... برای اینکه شما تحلیل که راست من فکر می‌کنم آقای دارد. روحانی به طور مشخص امیدش این هست که با بهبود رابطه با مردم آقای روحانی و آقای کروبی هم چند چل... روز پیش نامه نوشتن طیف اصلاحی اعتدالی اتلا... امیدش این هست که با جلب رضایت مردم و افزایش پایگاه اجتماعی قدرت مقاومت هم در برابر ترامپ درست بکنن و حفظ امید به در مورد اون جنایی صحبت افتران. کنید که دست بالا رو در قدرت دارند فکر می اونها در ارتباط با این فشارهای ترامپ چیکار کار کنند؟ در اون گردنه ای که شما ترسیم کردید اونها چی کار خواهند کرد؟ اونها من فکر میکنم که از اینجور که از مطبوعاتشون پیداست و رفتارشون پیداست اونها چاره کار رو در مسلح شدن بیشتر کشور در تقابل بیشتر با دنیای منطقه و افزایش قدرت نظامی و تسلیحاتی ایران انکاس این در سیاست های ترامپ چه خواهد بود انکاس این در سیاست های ترامپ اگر این سیاست موفق بشه و پیش بره تاثیر سیاست های ترامپ بر جامعه ما ماندگار تر خواهد شد خوشبینی... در منفی پس خوشبینی شما در اینکه ترامپ نخواهد تونست به اهدافش برسه بر... چه استواره به این ترتیب برای اینکه دارید میگید که اون جنایی که دست یک... بالا رو در قدرت داره در ایران زم... زمان هست آقای کروبی و اصلاح طلبان و غیرو بخش مهمی از اصلاح طلبان الان در یه انسجام فکری درست میکنند حول برخی از اصلاحات ساختاری در کشور ما اگر این زمان اجازه بده به اونها و بتونند این قدرت رو عوض بکنند یعنی مهار بکنند قدرت راستگیان افراطی رو که میگن بریم برنامه هسته‌ای رو دوباره ایجاد بکنیم و غیره این منبع خوشبینی منه اگر بگیم اینها خیلی ضعیفند و مردم هم اصلا حواسشون نیست خب بله راست ها میبرن و ایران به سمت تقابل آقایه بیشتر آقایه با دنیا پیش میره من تعجب می که این میگم این همون داستان اون فیلمی که خدمتتون عرض کردم در دنیای رویایی و خیالیه که در اون فیلم هست به نام اینسپشن در اون رویا اصلاحات میتونه پیروز بشه آقای روحانی میتونه رهبر آینده ایران بشه در صورتی که در اصل 177 قانون اساسی هم حتی نه فقط مردم بلکه خود ولایت فقیه هم نمیتونه ولایت فقیه رو عوض بکنه چه برسه به مردم و چه برسه به اصلاح طلبان که عملا نشون دارن نمیتونن نه این من با آقای نگهدار موافقم این تغییرات و این فشارها از طرف کاخ سفید ماندگار جدیست. موضوعی که من یک سال پیش هم میگفتم کمتر بهش در رسانه ها توجه میشد و تصور من این هستش که منافع ملت ایران برای تغییرات ساختاری جدی نه اصلاح طلبی، تغییرات ساختاری جدی شکلش به چه شکلی باشه اون یه پروژه سیاسیه که الان وقتش اینجا نیست صحبت بشه بله. و ت... منافع کاخ سفید در یک موضوع به هم نزدیک هستند در حال حاضر و اون هم مخالفت با جمهوری اسلامی و تضعیف جمهوری اسلامی است و من تصور میکنم تا الان بیش از اون چیزی که من تصور میکردم فشار امریکا در تضعیف و فشار اعتراضات مردم در تضعیف جمهوری اسلامی موفق بوده فشار در... امریکا در وضعیت اقتصادی ایران کاملا محسوسه و گفته میشه بیش از اونچه که انتظار میرد ولی این فکر میکنید از نگاه کاخ سفید و اهدافی که دنبال میکنه اگر قضیه رو پیگیری کنیم یک تغییر سیاسی ملموس برسه برای اینکه شما ممکنه با اهرمهای محکمی که داری قوی که تغییر داری مثل در ایان؟ بله, بله, بله مثل دلار شما ممکنه با اهرمی مثل دلار بتونی تغییر اقتصادی ایجاد بکنی ولی از این تا تغییر سیاسی خیلی فاصله زیاد ببینید تغییر سیاسی در داخل رو مردم رقم میزنن نه کاخ سفید ولی کاخ سفید چه تاثیری روی اراده کاخ مردم سفید میتونه می با هدفگیری که انجام داده جمهوری اسلامی رو به عنوان دشمن مردم و دشمن خودش عملا نشونه گرفته و در این کار هم موفق بوده تا الان حالا که در آینده چه اتفاق بیفته بحث دیگه است ولی تغییر سیاسی از اراده ملت ایران خواهد اومد تاثیرات ماندگاری در مورد اون چه که شما اراده مردم مینامید به جا خواهد بود؟ بله این اراده رو تضعیف خواهد کرد یا تقویت ببین تاثیرات ماندگارش این هستش که شعار دیگه تموم ماجرا اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا در ایران در خیلی از شهرها الان مطرح شده گفتمانی که در الان گفتمان قالب هست و در حال پیشرفته به شکلی شده که روزنامه ها در ایران و خود آقای خامنه ای در مورد موضوعی به نام براندازی صحبت می کنند و این گفتمان سازی انجام شده پروژه اصلاحات و این دوگانه بین اصلاحات و اصولگرا و این مشارکت ها در انتخابات هایی که هیچ تأثیری در روند نداشته چه با بودن برجام چه در نبودن نتیجه سیاست های نتیجه نه خیلی. این فقط نتیجه سیاست های ترامپ نیست ولی این اون تأثیری که شما صحبتش رو میکنید بله. ببینید ما چهل ساله داریم این از اشخاصی که همین نظریات رو دارن دنبال میکنند که مردم باید تصمیم گیرن مردم باید این کار بکنند مردم وقتی میتونند کار بکنند که ترجمه بشه خواستشون مطالباتشون به اراده سیاسی یعنی نیروی سیاسی معینی با سازمان معینی بیاد وسط بگه من این خواست های شما رو در زندگی واقعی اجرا می کنم. یعنی رژیم رو برمیدارم و رژیم دیگری میان و از اول صحبت من با شما تا الان من گوش کردم که ببینم این مردمی که شما میگید آیا اراده سیاسی را هم پیدا کردند یا نه یعنی نمایندگی دارند که بیان این تغییر رو بنیادین بکنن و انجام بدن شما چون نگاهتون به سمت قدرت نمایندگی رو از بالا بس... میبینید عل... در صورتی از... که الان شبکه‌های اجتماعی و صحبت جنگل بس... که شما گفتین بس... عملا در بین مردم این همبستگی رو میتونن در هم... آینده به وجود بیاره یعنی اراده ملی مردم تشکیل دولت و حکومت شبکه اجتماعی یک پایه است یک وسیله است خود قدرت نیست که خود حکومت نیست باید نمایندگان اشخاص معینی عرضه بشند و این شبکه اجتماعی از اونها ساپورت بکنه حمایت بکنه خب بیان رو بعد رو بعد, رو بعد رو بیاد میاد آقای, آقای... آقای وجود نداره آقای بنابراین این بنابراین مسئله که... ما اجازه بدید دوستان آقای نگهدار این چیزی که شما میگید الان وجود نداره دقیقاً انقلاب ایران نشون داد دیگه ممکنه به سرعت در یک روند یکی دو سال شکل بگیره و وقتی گفتید طی چهل سال گذشته چنین به هر حال واقعیتی که قبل الان دیده میشه ایران. اینه که الان نسبت به چهل سال گذشته اوضاع متفاوته دیگه کاملا متفاوته جمهوری اسلامی ایران سرمایه اصلی خودش رو که پایگاه اجتماعی بوده تقریبا از دست داده این تحولی که اتفاق افتاده ولی از ده سال قبل از ایر انقلاب ایران مشخص بود که شبکه روحانیت شیعه در ایران در حال منسجم شدن و تولید یک دستگاهی است که بتونه قدرت رو بگیره اینو در تحلیلگرهایی که شم و حس سیاسی بینایی داشتن در اون زمان منعکس کردن در تاریخام هست الان هیچ،, هیچ کدوم از این دوستانی که میگند جمهوری اسلامی ایران باید برود هنوز این شبکه اجتماعی منسجمی رو که میخواد جایگزین بکنه معرفی نکردن بله نارضایی وجود داره و همین امروز هم من اگر بخواد بحث تحلیل سیاسی پیش بیاد در مقایسه بین میزان نفوذ و تاثیرگذاری که روی افکار عمومی دارند هایی که در داخل کشور منسجم شدن و دارن کار میکنن و مرکزشون هم دانشگاه های ایران هست به نظر من بسیار بسیار نیرومندتر از هایی هست که خارج از کشور میخوان عوی... تغییر درست یه مقایسه میتونه تا حدی باشه سیاست های جیمی کارتر در پیش از انقلاب ایران تأثیرات ماندگاری گذاشت بر ایران به دلیل اینکه بدون اینکه خود کارتر بخواد اون سیاست ها روحانیت ایران روحانیت مخالف نظام شاهنشاهی در ایران رو تقویت کرد تا حد زیادی سیستم شاهنشاهی رو مرعوب کرد سیستم شاهنشاهی تن داد و بعضی از اون سیاست ها و این باعث شد که پیام آیت الله خمینی رساتر بشه در ایران آیا الان سیاست های دونالد ترامپ بدون اینکه بخواد یا شاید با آگاهی اون ترجمه میشه به یک چنین چیزی در ایران ببینید من صحبت آقای نگهدار رو متوجه میشم ایشون نگاهشون به این هستش که خب الان چیزی وجود نداره به عنوان یک سازمان یا گروه یا یک آلترناتیو یعنی یک چیزی ساخته نشده که به مردم ارائه بشه و مردم بعد بخوان انتخاب بکنن که این رو بخوان یا اینکه دوباره همون انتخابی رو که جمهوری اسلامی بهشون میده حالا به شکل اصولگرا اصلاح طلب یا چیزی مثل اعتدال طبیعیه ولی این نگاه نگاه مهندسیه یعنی در اصل باید از بالا چیزی ساخته بشه و این ساخته ارائه بشه و بعد مردم انتخاب بکنن ما در دنیای زندگی میکنیم در قرن 21 هم که در اون در این قرن شبکه ها هستند که نقش خیلی مهمی رو دارند نه فقط شبکه های اجتماعی را رو روی اینترنت بلکه فلسفه شبکه سازی که در مقابله با قدرت های غیر متمرکز میتونن خیلی تأثیر بذارن و خودشون رو موبالایز بکنند از درون اون میتونه خیلی امکانات و خیلی ساختارهای جدیدی به وجود بیاد موضوع الان نیست که بشه بعد سرف کرد بلکه موضوع این هست که این اتفاقاتی که در کاخ سفید افتاده فشارهایی که کاخ سفید میگذاره از اون طرف فشارهای درونی و ناکارآمدی در حکمرانی جمهوری اسلامی این سه فاکتور میتونه در درونش چشمه ای رو به جوشش بیاره که در این چشمه اون وقت آلترناتیف های جدید خودشون رو نشون بدن عملا در خیابون های ایران تهران در بیش از 90 شهر در بعضی از اینها صداهایی میشنویم که 40 سال پیش فکر نمی‌کردیم بشنویم عملا صحبت از نسلی میاد که 80 درصد سیر 40 سال هست و این نسل نگاهش خیلی متفاوت از نگاه آقای نگهدار شما از یک سو میگید که ترامپ در جستجوی این نیست که رژیم ایران رو براندازه از طرف دیگه دارید چیزی رو ترسیم میکنید که معنیش یا نتیجهش تغییر رژیم در ایران هست میتونه دازه... باشه ولی مهندسی از طرف کاخ سفید نمیاد تغییر رژیم به این معناست که شما یک آلترناتیوی رو بسازی صحبتی که آقای نگهدار میکنه و این رو جایگزین کنی با رژیمی با که در این ایران چیزی هست. نیست که فکر ولی این سفید نه این رو کاخ سفید دنبالش نیست. کاخ سفید به دنبال تغییر معادلات و ترکیبی که این بتونه فشارها از درونش یک چیز جدید بزنه بیرون. ولی اون باز به اراده ملت ایران برمیگرده. بله. ترجمه صحبت‌های آقای گلریز این خواهد شد به اختصار اگه بگم اینه که ممکنه کاخ سفید نخواد ولی در نهایت این سناریو جدیه که جمهوری اسلامی رو کاخ سفید بتونه زمین بزنه به شما از اون گردنه نتونه عبور کنه چنین سناریویی رو شما اصلا محتمل نمیدونید این <applause> زمین زدن به اون تعبیر منطقه‌ای که گفتم که مثلا تعبیر محمود عباس و فلسطین و این محاصره شدید و فقر شدیدی که به اونها میتونن تحمیل بکنن به این شکل بله زمین زدن اگر به این مفهوم باشه کاملا دیده میشه در این کارم میکنن اقتصاد ایران رو میخوان ده درصد 15 درصد 20 درصد سی درصد ضعیف بکنن این روی قدرت نظامی ایران رو حضور ایران در منطقه تاثیر داره ولی همینها خواهند بود حرف من اینه که اگر این پروسه ادامه پیدا بکنه آقای گلریز میگن از درون این ضعف و از درون این نارضایی و اینها یک انسجام اجتماعی پیش میاد یک جنبش اجتماعی از پایین شکل میگیره نداریم. منسجم میشن نه قدرت رو میگیرن الان داریم ما اینا رو منم حرفم اینه که وجود داره از اول بحثم رو چیزایی که اختلاف نداریم صحبت نکنیم این وجود داره این تبدیل به حکومت میشه حکومت تازه اینو شما دارید میگید این وقت میخواد این وقت دقیقاً منم همین دارم میگم این وقت میخواد و بحث من است که این وقتی که این میخواد از اون فرصتی که آقای ترامپ داره و این پروازهایی که در دنیا میخواد بکنه جلو میزنه یا نه بحث ما اگر بخواد جدی بشه فقط همین نکته است که این انسجام ملی که شما میخواید درست بکنید و تبدیلش بکنید نه نه من شک بگیره درست درست. فکر میکنید ترامب. من فکر میکنم که ترامپ زمان خیلی کمتری داره از این پروژه که ف... بخواد در ایران این... عملی بشه نگاه آقای اینه. نگهدار این خیلی بیشتر به سمت و این نگاه در تهران هم هست نگاهی که آقای نگهدار و در تهران هست این نگاه خیلی بیشتر به سمت و سوی اتفاقات کاخ سفید رو برمی‌گردونه تا نگاهی که بیشتر به مردم ایران نگاه می‌کنه و اعتراضاتی که در در دارد. دارد. فقط موضوع, از فشار احتس... موضوع فشار اقتصادی موضوع فشار اقتصادی آقای, آقای... آقای... نگهدار میگه که قبل از اینکه ترامپ به اهدافش برسه رفته بحث راجع دور دوم یا یعنی اینجور چیزا نیست حالا من نمیدونم از کجا اهداف یعنی اینکه رژیم تازه در ایران به وجود بیاد و اقتصادی مردم ایران بنا من در ایران زندگی نمی کنم ولی خبرهایی که میرسه و از اقتصادی که حالا من نمیدونم آقای نگتار از کجا میدونن که ترامپ رفتنی هست یا نیست ولی تحص... از یه جهت میگن تاثیراتش ماندگاره از یه جهت میگن ترامپ رفتنی من تاثیراتش اقتصاد ایران طبق گفته خود اصلاح طلبان از 20 رسیده به 60 درصد دست نهادهایی مثل سپاه و نهادهای غیر انتخابی یعنی بیرون از اون جایی که رای حل آقای آقای, نگهدار از هست تخریب اقتصاد ایران یا تضییع اقتصاد ایران تا درست, یک درست کردن یک آلترناتیو که البته مقجوم معتقد هست که ترامپ نیست ولی داخل. میتونه نتیجه غیر مستقیم با. سیاستش باشه از این تا اون خیلی فاصل است شما معتقد هستید چنین مرحله تی خواهد شد مرحله ای که آقای نگهدار معتقده که انقدر طول خواهد کشید که تا چنین بشه ای ای آقای ترامپ ترک کاخ سفید در عرض یک سال مردم به روحانی بیش از 50 درصد رفتن رأی دادن و بعد از یک سال خیابان‌های ایران هر روز مواجه است با اعتراضات تحولات میتونه خیلی سریع اتفاق بیفته اینی که در آینده ترامپ انتخاب میشه یا نمیشه یا میره یا میمونه من نمیتونم بگم ولی این بستگی به اراده مردم داره و موضوع فشارهای اقتصادی هم اجازه بدید من اینجا بگم شما هم من پیشنهاد می‌کنم تفاوت قائل بشید بین ایران و جمهوری اسلامی ببینید اقتصادی که 60 درصدش دست جمهوری اسلامی هست طبیعتا فشاری که بهش میاد این فشار به اون اقتصاد خیلی بیشتر هست طبیعتا مردم هم فشار رو باید تحمل بکنن و واقعا کار دیگه هم نمیتونن بکنن ولی این اقتصاد جمهوری اسلامی هستش که نشست خواهد کرد فرو نشست خواهد کرد و این اقتصاد باعث این میشه که اون وقت جمهوری اسلامی معادلات رو عوض کنه و شاید وارد تغییر معادلاتی بشه که چه به نفع مردم ایران باشه و چه به نفع در اصل بقای خودشون باشه ولی این طبیعتا برمیگرده به یک راه حل دیپلماسی نه. که تا الان هیچ رو شما نمیبینید بله من اگر بخوام بگم میخوام میگم ای ترامپ عرصه تاریخ نه جولانگه توست ارز خود میبری و زحمت ما میداری بسیار خوب خیلی ممنونم به آخر پرگارین این هفته میرسیم تشکر که پایین بحث نشستید و تشکر از مهمان های برنامه دامونه گلریز و فرخ نگهدار پرگار را پیش از پخش تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلیدون ما اون رو شنبه ها زودتر ببینید هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه <coughs> ببخشید پادکست برنامه که اندکی طولانی و صحبت خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی, بی سی هم میتونید دریافت کنید شب و روز بر همه شما خوش